السلام علیکم وطنداران دوست داشتنی، خوبان، مهربانان، عزیزان که همی لحظه طلوع را بیننده هستین و شما برنامه سراچه را میبینین. باز هم من فرهاد رامکیستم، دوستایی که در بیرون از افغانستان در دیار غربت زندگی میکنند، آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم در کنار همدیگه افغانان ما، روزگار خوب انشالله که داشته باشن، با یکدیگه در بیرونم مهربان باشین، یکدیگر از دل دوست داشته باشین. امشب مهمان را با خود داریم که تقریبا 3 دهه با آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان رفاقت و اندیوالی داره و همچنان 11 سال تمام رئیس کرکت بورد افغانستان بودن. در ضمن مشاور رئیس جمهور پیشین یعنی آمد کرزی همچنان بودن. قصه‌های زیاد، گفتنی‌های زیاد در برنامه شب داریم. از شما هموطنان مهربان خود خواهش دارم که تا پایانی لحظات همراه ما باشین، جای دیگه نرین، سراچه را ببینین. مهمان امشب ما جناب شهزاده مسعود، رئیس اسبق کرکت بورد افغانستان. جناب مسعود صاحب بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خیر باشید. السلام علیکم. صحت شما بخیر هستین. صحتمند هستین ان شاء الله. بفرمایید صاحب. بفرمایید. بسیار خوشحال هستم. همین دوستایی که نرفتن را میبینم بسیار تازه میشم. تشکر. سلامت باشی. سلامت باشی. سلامت باشی. وطن ما سر دیگه. ما هم خوش هستم که شما ور جوانان در وطن هستم. بخیر باشید. من میام کاری نیک هستم. لطف کردید. کامرا در خدمتتون است. اگر با هموطنان ما سلام علیک داشته باشه. خب بیشتر از همه اول خوب سلام و خدمت شما و بیننده طلوع و همچنان برای مردم شریف و نجیب افغانستان که در داخل کشور است یا بیرون از کشور است، فقط یک سلام احترام ادا میکنم که السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بخیر باشین. در این روزا دید و بازدید آقای کرزی با چهرهای متفاوت، البته چهرهای خارجی بیشتر است و میبینیم در بغل شما هم حضور دارین در تصاویری که نشر میشه از صفحه آقای کرزی. آیا کار رسمی با آقای کرزی دارید در حال حاضر یا نه در مهندیوالی که وجود داره میرین همراهشان هستید؟ خب اگر خلاص براتان عرض بکنم، آقای رامکی رفاقت دوستی ما و جناب کرزی صاحب رئیس جمهور سابق ما تقریبا 32 سال یا 33 سال میشه و که قبلگاه شهیدشان هم رفاقت دوستی داشتم. بعد از واکه اونها شهید شده یکی از دوستای بسیار نزدیکم، خصوصا در مسائل سیاسی وطن که در دوران مهاجرت هم به نهایت زیاد خدمات کرده برای افغانستان، برای حل قضیه افغانستان، امی آقای جناب کرزی صاحب. و در عین زمان در طول 13 سال حکمتش افتخار زیرا داشتم که وزیر مشاورشون بودم و دهتر یک روز که حال متقاعد است هم دوستی و رفاقت خود کردش دارم. یقینا که ات روز نیست غیر از روزای جمعه که ما کتزمو نباشم در دفترش. امیالم از دفتر جناب کرزی صاحب اومدم. خواه چطور از صحتشان؟ خوب است؟ بیخی کاملا جور تیار صحیح و سلامت. یک مشر است که ما بسیار دوستشان دارم مشخصا. ای که دیدگاه هموطنان ما در موردشان چیست یا اونا قضاوت خود را میکنن، مشخصا خودم دوستشان دارم، احترامشان دارم و همی چپن و قرقلشان دوست دارم. اما چرا است؟ بسیار کاکه هستند بله بله. در وقت صحبت کردن با وجود از اینکه یکی انسان بسیار زیرک و هوشیار و در عین زمان بسیار آدم وطن ماست، با مردم خود بسیار روابط نزدیک داره و ما افتخار میکنم که مو لباس ملی خود در زمان اقتدار و بعد از اقتدار تا حالا لباس ملی خود میگرده. دیگه دیگه جای شک نیست که با وجود از اینکه بسیار آدم شخصیت زیرک، هوشیار و وطن دوست، در عین زمان بسیار یک شخص کاکام است. بشک بشک از این کاکگی ها گاه وقت
سوء استفاده میشه. نمیدانم چقدر شما سوء استفاده کردید، اما به یاد دارم زمانی که شما رئیس کرکت بورد افغانستان بودین، کارمندتان را و یا هم رئیس مطبوعاتتان را در اون زمان که برکنار کردید، اونا هم شدیداً انتقاد کردن در صفات اجتماعی و صفات مجازی چیزایی نوشتن. بله. شما رفتید به جانشان و اونا را با مشت و لگت پذیرایی کردید و لطکوب کردید. چرا؟ خب آقای رمکی، بسیار یک چیز جالب اشاره کردی که در طول دو دهه یاورین بار بوده که همت یک سوی تفاهم پیدا شده که جوان متاسفانه که حال نامش هم از یادم رفته، آقای یاسر، یاسر که ما در مطبوعات بودک و آدم خوب هم بودک، خود تشکیلات اداره کرکت بورد بودک، در وقت زمان واگوشه شدک، در وزش کسی دیگه آمدک، دیگه یک ذره اقدمند هم بود. ما هیچ وقت حالی تر نکردم که در طول 20 سال ما در یک خانه کسی دست انداخته باشم و ایده برای خود اجازه هم نمیدادم و موقفم میره اجازه نمیکرد که من کتا یک کسی کار بکنم. اما او کتا یاور ما دانندازی کده بودک با دکان داشتک، دکان اکاسی داشتن، دکان اکاسی داشتک، سرکش هم خون شده بودک. من سرش بسیار متاسف بودم. ای به این معنای نبود که او به هدایت ما زده شدک. ما اما خبر داشته داشتم اگر سر ما هر نوع انتقاد میاد که کسی میکرد که هر کسی میبود ما باید دور برداشت میکردم. در او جنگ خود ما داخل نبودم، در او جنگ اما برش میگفتم که یاسر جان اداره است، اداره کی میای که میره، لیکن این مسئله عقده را در دل نگیر، عقده باید نباشی. او نمو یک سوء تفاهم شده که سر از او ما خودم هم امیاله هم پشیمان هستم و هم کار خوب نشد. سوء تفاهم بوده که از دیو از یاورم ما هیچ وقت در زندگی خود خصوصا که در حکومت بوده ما تبرخور کرده کسی نکرده. خود دقیقا زمانی که یاور شما مگر دست بالای آقای یاسر بلند کرده، خب از طرف شما دانسته میشه. اگر از شما میال بخوایم که سالها از اون مسئله گذشته اما بازم از آقای یاسر مزرعت بخواید به خاطر کار که شده، چی خواد کردید؟ خب من این مسئله رو در اون وقت هم حل کردم آقای رمکی. من گفتم که کار خوب نشده، او چیزایی را که او به زبان خود می آورد وام قابل چیز نبودک، تحمل نبودک آقای یاسر کی کار میکردک. اما من بیشتر براتان گفتم که من خود سر از او چیز خفام بودم و عالم خفستم. یک جوان کشور ما بودک، باید منجر به این نمیشد که دست اندازی میشدک. دیگه در مو وقت ما یاور خود گفتم که کار خوبی تو نکردی که تو سر یاسر دست انداختی. اما یاسرم به مو شکل که من برات گفتم یک ذره اقدمان بودک، با وجود دیدی که یک انسان بسیار شریف نجیب که ما در اداره کار کرده بود. اما در اداره خود طبیعی گپ هست، یکی میره و یکی میره. ما 11 سال در اداره کرکت بورد بودم، وقتی که آقای غنی ما رئوسم کرده ما دیگه بغاوت میکردم یا اقدماندانه ما که اداره کرکت بورد چیز میکردم. ما خود اینطور یک کسی میدانستم که در متحده ها بیزو که جور شده افغانستان، از اون جمله که خودم ما بودم دیگه بزرگ ما چطور خواهد. تا امروز هم ما بسیار روابط خوبم دارم، نه در اداره هستم لیکن روابط ما کتشان خوب است، چرا که یک اداره ملی بوده. دیگه اگر گپ یاسر بسیار نپیچانیم کار خوب نشده بود. بخیر باشین. شما در کدام سال رئیس کرکت بورد افغانستان تعیین شدید؟ اصلا شما از کرکت میفهمین؟ آقای رمکی واقعیت گپی هست که من هیچ به می کرکت علاقه مندی نداشتم، فهمیدنش خوب به جای بود. سال 2002 بودک یک تعداد جوان ها مثل رامکی سواری جوان های تعلیم یافته و با وجود که اکثریتشان هم در مهاجرت بودن با لباس های مقبول سبز به دفتر ما آمد که ما کابل آمده ایم که ما اینجا بازی کنیم. گفتم بازی به نام چی؟ کدام ورزش؟ گفت کرکت. ما گفتم ما یک نام بیخی ناشناز افغانستان کرکت چی را؟ گفت ما میکنیم و در پاکستان یاد گرفته.
چون عزم قوی داشتک، اراده قوی داشتک همی جوانا، مرا می عزم و اراده زیادی گرد وادار بایی کرد که هر نوع کمک که از دست میشه باید کسشان بکنم. خلاص کلام آقای رامکی در وقت انوارخان جگدلک رئیس المپیک بودک و دوست بله دوست من بودک، یار روان کردم برایشان، حکم هم گرفتم که نیاب منایس فدراسیون باید اینجا ثبت شود. انوارخان جگدلک هم یارش تشویق کرد که نال خود فدراسیون تان رسمی شد، برین یک کسی را که دمی حکومت باشه افتخاری رئیس بگیره. پس دا جان ما آمد که تو منایس رئیس فدراسیون باید کت ما چیز کنی، من همه فهم می چیزا را ولقم گفتنه، چون جوانا بود، افغانای ما بودک و احساس وطن دوستی زیاد داشتن، همه چیزا کشان قبول کردم. اما باز خوشبختانه که در طول 11 سال هم کرکت فهمیدم، هم لذت شفا میدم، هم خوشیای شفا میدم، هم جگرخونیای شدیدم. دیگه تا سال 2008 تا 9 فدراسیون بودک، بعد از او از رئیس جمهور جناب کرزای سه حکم برد از یاره گرفته، ای باز کرکت برد شدک. دیگه از کرکت خوب بسیار خاطرات خوب هم داره. بله بله بسیار عالی. حال وقفه است، نوبتش بعد از وقفه که آمدیم حتما خاطرات از کرکت و کرکت برد و بازیکنهای کرکت خواهد داشتیم همراه شما. تشکر میکنم از شما که تا این دم همراه ما هستین. وقفه بسیار کوتاه میگیریم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم دوستان. تشکر از این که تولور انتخاب کردین. یک تشکری خاص از اپی مصف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی جادو کنه اپی مصف انرژی درینک انتخاب کنین. سپاسگزار شما هستیم. جناب مسعود صاحب شما میشه هر زمان که بخواید انرژی بگیرید. از بازیکنهایی که در حال حاضر در تیم ملی کرکت بورد افغانستان ایفای وظیفه میکنن یا بازیکن هستن، کیها در اون زمان بودن؟ خب در اون وقت جناب رمکی سه تیمای پایین ما قدر نداشتیم، فقط یک تیم داشتیم به نام تیم ملی که اوپنرهایش هم در اون وقت نوروز منگل بود، کریم صادق بودک و محمد نبی بودک، اصغر افغان بودک، حمید حسن بودک، نورعلی زدران بودک، شاپور زدران بودک، امتشا بودک، آجی امتشا بودک. این کسایی بود که در اون ابتدا، یعنی به اصطلاح که نهاد از این چیز ماند افغانستان و در تیم ملی بودک. این همی جوانا بود که حال دیگه فقط تا جایی که ما خبر دارم یک محمد نبی که هنوز هم عضویت تیم ملی را داره، باز دیگه طبقه نوجوان ما بود که حال جای از یار را گرفتن. اما خوشبختانه که همگیشان ارتباطم دارم، خانهشان آباد، پرسان ما را میکنم، میان به جای ما. اما یک چیز براتون بگویم که این افتخارات که بودک این به این معنا نبود که این افتخارات کلش از طریق ما بود، نه هرگز نه. این افتخارات از یا بودک. شما فکر کنین رامکی سه که دیگه کشورها را که میبینه که کرکت مرواج هستک، 50 سال، 6 سال، 60، 70 تا 100 سال هم سابقه کرکت داره، خصوصا انگلیسا. اما ما در طول دو دهه، یعنی از سال 2002 به ایسون. بله بله. یعنی شما فکر کنید که یا به یک قدر ترقی، به یک قدر خواری، یک پیشرفت کدک، یک پیشرفت. که امروز از امو جوانای ما یک دادش دارم در ای پیل امیال هم چیز میکنه؟ بله بله بازی میکنه. خوب میدرخشن. بله. و تیم ملی ما با چندین جام جهانی را پیدا کردک، مسابقات کردک و کشورهای مختلف دیدن. اما در بسیار فقر و بیچارگی در ابتدا سال 2006 ما را یادمه به انگلستان رفتیم. به انگلستان رفتیم، رامکی سه به حد امکانات ما محدود بود که از یک طرف یا بازی میکردن، از طرف دیگه وقت ناشته میشد یا وقت نانخوری میشد، همی چپس ما برش در لندن میگرفتیم، چپس کچالو را سر زنمی یا اکتفا میکردن. و بعد از اون میرفتم، خوشبختانم که در سال 2006 که ما رفتیم، اما تو کده کانتی های کلان انگلستان ما مسابقه داشتیم که
تو هیچ تصور نمیکردی که ایرا ماده. یعنی شما باور بکنی خوب در یادم است در اکادمی شاهی نظامی برطانیا یک مسابقه داشته مثل رمکی سایوار یک جوان آمده افغان بوده برای تحصیل نظامی رفته بوده گفی ساعت سال اقامت تاریخی داره گفی جای حال شما خوید بلی آزخدا اینجا ما افغان هم هسته بینی ما را نبره این حاله گاهان که بینی ما بریده نشود یعنی شما باور بکنین رامکی سه کمی جوان های ما رفته می اکادمی شایی انگلستان بازی کرد کمی رقم یک شکست تاریخی با وجود ازی که بانی ازی کار اصلا انگلیس هاست یه تو یک شکست تاریخی برش داد و در منجا همی بیرق ما اعتزاز آمد که دیگه او دیگه او خوشی هیچ یادم نمیره استعدادا بود و از امکانات محدود بود حالا خو الحمدلله چرا شما دو سه بار از امکانات یاد کردین جناب مسعود امکانات چرا محدود بود در سال 2001 تا 2021 و 22 خوب پیسه به افغانستان آمد کرکت بورد یک بودجه مشخص داشت یک بودجه فوق العاده زیاد هم داشت اما شما میگین هنوز هم غذای بازیکنهای ما چپس بود بله این را برد قصهش از سال 2002 تا سال 2009 را برد میکنم چرا فدراسیون بوده این وقت وقتی که اداره کرکت بورد جور شده باز مشخصا آی سی سی یک بودجه خاص برای زیاده دک بعد از او زندگی از یا خوبتر شده که از بازیکنهای ما یعنی در او زمانه که فدراسیون بودک شما باور بکنین رامکیس امی گپای مرد امی بازیکنها میشنون که نیا اصلا در کابل جای نداشتن یک جای بود و بخش نداشتن یک تعداد شکت من می بودک که فامیل ما چون در کابل نبود که مدام اینجا میگن یک تعدادش که تمام بود یک تعدادش بسیار یک هتل که از او که در فقیرتر هتل نبود در او زندگی های خود تیر میکرد یعنی یا تو مفت به این مرحله نرسیدن خواری کشیدن زحمت کشیدن اراده قوی داشتن بسیار خوب چند موضوع در مورد کرکت و کرکت بورد است شما چون از آغاز در کرکت بورد افغانستان و که پیش از اینکه فدراسیون بوده در فدراسیون کرکت افغانستان بودین از تک قومی بودن کرکت افغانستان و بعض مردم افغانستان ادعا میکنن که کرکت ملی نیست و تنها یک قوم در کرکت بازیکنهایشان است و اونا تنها میتونن و چانس به اونا داده میشه چندین نفر را دیدیم از اقوام دیگر افغانستان که خوب کرکت میکردن اونا من این موضوع را یاد کردن که گفتن از اونمو زمان تنها یک قوم را میخواستن که در کرکت داشته باشه مستقیم ادعایشان والای شماست شما میگن بسیار طرفدار بودید که تنها یک قوم بازی کنه در کرکت خب ما گپای مرا چون حامیای کرکت بورد هم میشنوه و اداره کرکت بورد و خصوصا بازیکنها میشنوه در این جای شک نبود که رامکیس همه کسایی که این بازی را در دوران مهاجرت یاد گرفته بوده اکثریتشان پشتونا بوده اما اقلیت تاجک و هزاره و ازبک هم بوده در کنارشان انال ما برتان میگم که اکثریتشان اونها بودن تو فکر کن ما در سال 2006 که به انگلستان رفتم که فدراسیون بودک منیجر ما یک چیز بودک همی ازبک بودک به نام خلیل کمی حالا متاسفانه از پیشم رفت چون ویزه یک ساله داشتک در مو وقت به نام مریضی رفت حالا در لندن است گپای ما رو میشنود اما بچه بسیار خوب لایق بودن این منیجر تیم ما بودن گوش کو برن به نام حشمت از پنشهر بودن کپتان تیم ما بودن و بسیار بچه لایق بسیار خوب بچه بودن بود و هم در وقت زمانش خب از نام کرکت استفاده نکردیم اما هر مشکلی که داشت و هم بلندن رفتن هیچ وقت مایتر نکرده رامکی صاحب گپای مر هم اگشان میشنوه که ما تیم کرکت منصوب به یک قوم کده باشم یا منصوب به یک سمت کده باشم یک چیزی موافقیت ما که بوده و یک قدر وقت هم که ما دمی اداره ماندم این مسئله ملی بودن ما بود که ما بسیار برازی توجه میکرده
مطلق که باید هم تیمی ما ملی باشه، هم اداره کرکت بور باید ملی باشه. یا بخیر باشین با تمام کرکتران افغانستان، با تمام بازیکنان افغانستان، ما افتخار میکنیم امی که پرچم افغانستان به احتزاز در میارن. یک افتخار بزرگ به تمام مردم افغانستان است. کال باز یکان دوستان ما، یکان رفیقان ما مرا انتقاد نکنن که چطور همچی یک سوال را پرسیدی، اما این سوال بود که اکثریت مردم از اقوام مختلف سوال داشت. من میخواستم این سوال مطرح شد و جوابش از جناب مسعود صاحب بشنیم. دوستا وقفه داریم، پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، امروی شما را میخواهیم قصای زیاد دیگه هم در مورد کرکت و موضوعات دیگه امروی مسعود صاحب داریم. از حمایت و پشتیبانی تمام شما خوبان یک عالم ممنون استم از اینکه همیشه وقت برنامه سراچه را بینده هستین و نظریاتتان را همراه ما شریک میکنین. دوستایی که در یوتیوب طلوع سر میزنند و برنامه سراچه را از طریق یوتیوب تماشا میکنند، شما همیشه بینده باشین و نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان همراه ما همیشه شریک کنین. ما در خدمت شما هستم، همیشه با شما هستم، امیدوار هستم که شما هم از ما دل نکنین و با ما باشین. یک تشکری خاص دارم از آب میوه 100% طبیعی نتروسی. نتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمده. یک بار اگر امتحان کنین مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی، آب میوه طبیعی. تشکر از ایشان. و جناب مسعود صاحب، یک موضوع دیگه که بسیار مطرح است و همیشه وقت در رسانه‌های مختلف ما دیده مهمانان عزیز که در برنامه‌های متفاوت حضور پیدا کردن در مورد کرکت صحبت کردن. دوستان زیاد چهره‌های سیاسی که الان در افغانستان حضور ندارن میگفتن در اون زمان که کرکت را ما ایجاد کردیم، ما ساختیم، ما رشد دادیم، ما آوردیم. از اون جمله فکر میکنم جناب زاخیلوال صاحب، یکی از چهره‌های مطرح در سیاست افغانستان، مثلا جناب امیر تماسی زمان رئیس وزیر ترانسپورت بودن، یک چند وقت در شورای کرکت هم وظیفه اجرا کردن. شما چی فکر میکنین در قسمت رشد کرکت در افغانستان کیها بیشتر کار کرد و زحمت کشید از آغازینش که اصلا کرکت وجود نداشت؟ خب جناب رمکی صاحب، اول خب ما باید بگویم که امی هر کسی که بوده که یک روزان در خدمت در اداره کرکت بور کده قابل قدر است که ما به از به نکوهش یاد میکنم. ما فکر میکنم که خدمت واقعی را به اداره کرکت بورد او کسایی کده که بیرق ملی افغانستان در دنیا به اعتزاز آورده، که بازیکنان تیم کرکت هستند. پیش از اداره معقد من نمی فهم که در وقت کرکت بود یا نبود. اگر بودان باشد نمی فهم که بنیاد زیر کی ماند در وقت. اما از وقتی که اداره موقت جور شد به سرکردگی جلالت ماب حامد کرزی، من فکر میکنم او کسایی را ما برتان از بازش خدا کنه که از پیش ما آزرده نشوند. تاج ملوک عالم بودک، بسیار وقت کوچی چیزان بود اداره کرکت بورد. رئیس خان امزای، رئیس زازای بودک، شفیق استانکزای بودک و اینمی چند چهره بود که بار اول ما یارا شناختم. خود علاداد نوری هم بودک. علاداد نوری خود حتی اداره میکرد که در او زمان طالبا بنیاد زیر ما چند نفر مانده، اما خدمت کرده در وقت خود قابل قدر است. در حقیقت امر وقتی که جناب زاخیلوال صاحب آمد رئیس شده، ما را یادم است یک چند مدت معاون از او بودم. خب چون او وزیر مالیه بود، تقاضا مطرح شده که یک تعداد فند بر از اداره کرکت بور پیدا شود. بله تا یک چند وقت بود، بعد از او باز استفاده داد، باز پس ما رئیس شدم، رئیس اداره کرکت بور شدم. و وزیر ترانسپورت ما را که یاد کردی، به امثال از او یک تعداد کسای دیگه
عضو کرکت بورد بوده که او شورا در سال یک دفعه دایر میشه. دیگه اگر برشان بگوین که در طول یک سال چند دفعه به میداره رفته، شاید برات بگوین که یک دفعه برای جلسه رفته. دیگه او به این معنا باز نیست که خدمت کرده زیاد. خدمت واقعی را برای اداره کرکت بورد، او کسایی که در ابتدا در اداره کرکت بورد بودن و در بسیار حالت فقر و بیچارگی بودن، هر کدامش قابل قدر است و در عین زمان امتیازات زیاد را که بر نزد ما دارن، او جوانای ما بود که محنت کرد، خواری کرد و نام افغانستان در تمام دنیا و بسیار نام نیک یاد کردن. بخیر باشین. شما مدت مشاور رئیس جمهور ازبک هم بودید. مشخصا میخوایم بدانم در کدام بخشا شما مشوره میدادید و آیا آقای کرزی به مشورای شما گوش میدادن؟ خود این جای شک نیست که آقای کرزی در عرصه مختلف مشاورین داشته. من مشاور در امور اقوام و قبایل سرحدی کتشان بودم. آقای رمکی اگر برتان یاد بکنم عجب یک نقطه را مشاره کرده، گپای ما را دوستا میشنوه. اینطور مسائل بود در ولایت های ما که 4-5 دهه سر زوتی شده بود، اما ما رفتیم در مو ولایت او مسئله را از طریق جرگه که در او عالم دین می بود، مشرقه می بود، جوان می بود، که از اونها مشوره میکرده و مسائل ما حل میکرده. دیگه هیچ جای شک نبود کدام چیزی که به نفع کشور ما بود، به خاطر منافع ملی کشور ما بود، بدون شک آقای کرزی او را قبول میکرد. با وجود از اینکه مشوره الزامی نیست، اما چیزی خوبی را که برش مشوره میکردی فوراً عملیش میکرد و به مون نام هم یه بسیار شهره داشت که کرزی سای بسیار آدم مصلحتی است. واقعا تا مالی هم مصلحت ترجیح میده. دیگه جناب کرزی سای برای گپای خوب ما گوش میگرفت، سرش عمل میکرد، کدام گپایی که عملی هم نبوده و چندان به درد افغانستان هم نمیخوید، برای او با چندان گوش هم نمیگرفت. چندان گوش نمیگرفت. یادش بخیر یکی از مشاورین آقای غنی در یک برنامه تلویزیونی گفت که من مشاور هستم در امور فلان فلان فلان، نمی لحظه فراموشم شده، گفت که نتاقش سوال کرد که آقای غنی را میبینید از نزدیک، امرایشان میشینید، صحبت میکنید؟ گفت یارا یک دو سال میشه که چه آقای غنی را از نزدیک ندیدیم. گفت خیلی چی تو مشوره میتین؟ چی رخوا مشوره میتین؟ آنلاین؟ تلفونی؟ گفت یارا تلفون هم صحبت نمیم. خیلی گفت چی میکنید؟ گفت ما شما میرسدم خانه و ما شما میاید دیگر کار امرایش نداریم. این رقم خونه بوده که شما ماشتان میرسید؟ ما جناب رمکی سر دفته یک بار همین تمام مشاورین به یک روز مشخص داشت، تقریبا که سه شنبه بود کابینه می بود، سه شنبه جناب کرزی سر دفته یک بار که کل مشاورین خود چیز داشت، نشست داشت. اما در ایسه خود برد بگویم که ما بلا قید و شرط روزانه می دیدیمش، روزانه می دیدیمش که می خواستم هر دقیقه میتونستم که برم برش. عالم دیگه، ما قسم است هر دقیقه که بخواین. حال خوب بیخی به طور است که یکی خود روزای خوشی بوده، یکی تو روزای است که از قدرت بانی این بازیگر رقم ازا داره. آرام اونمو برادری ما، اونمو برای ما دیگه بسیار افتخار است که همیارم افتخار زیر دارم که کتشان هست. انشالله همیشه همراهشان باشه. نامه دوست خوب زمان به درد میخوره که هیچ کس در کنارت نبود، خودت باشی حداقل. اونمو دوست خوب است. شما هم دیگه مطمئنم برش دوست خوب هستین. خب روزای خوش هم گذشتان دیگه، چوکیار را پوزیشن را ماشات دلاری را. خب ماشات دلاری نبوده، ماشات ما دلاری نبوده که افغانی بوده، اما به هر ترتیبش در روزای خوشی هم کتش بوده. پیش از او در مبارزات که بر افغانستان، بر صلح و ثبات افغانستان داشته که دوام کتش رفیق بوده، آرام کتش است. انشاءالله که از این قصه هم خواد کردیم، اما آل وقفه داریم عزیزم. پس از دیدن وقفه دوباره برمیگردیم، همراهی شما را میخواهیم. با
بازم خوش آمدین نیزم و یک سلام مجدد دارم به دوستایی که جدیدن همراه ما یک جا شدند و برنامه سراچه رو تماشا میکنند. یک تشکری خواستم از اپی مصرف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین در شما تغییر ایجاد شوه و انرژی جادو کنه، پس از انرژی اپی مصرف انرژی درینگ نگذرین. جناب مسعود صاحب، شما از رفاقتتان یاد کردین، از دوران که رئیس جمهور نبودن یا زمامدار کشور همچنان نبودند. قصه کنید در کجا معرفی شده، چطور معرفی شده، چطور تا حال ادامه دار رفاقتتان؟ خب آقای رمکی، ما پیش از اینکه جناب محترم کرزی صاحب بشناسم، پیش از او که قبلگاه زی سلام علیکم بود، موین صاحب عبدالعطخان کرزی قبلگاه زی بود، یک خانه وطن بودک و سابق موین بودک در اولیسی جرگه در زمان اعلیحضرت. رفاقت ما که تزمو بودک دیگه، یک وقت در اسلام آباد ششته بوده، آقای کرزی آمدک دیگه، در او وقت جوان هم بودک، خب یک آدم فیشنی مثل خودت واره، نکتایی بسیار خوب مقبول هم انداخته بودک. در یک مجلس بودیم، برای ما همی قبلگاه زیاد گفت، گفتی رو میشنسی؟ من گفتم الان من که تزی بلد نیستم. گفتی حامد جان هم داره بچه ایم هستن. مرام کتش معرفی کرد، چون من در این مطبوعات زیاد گفت میزنم، در دوران مهاجرت هم باز آقای کرزی برش گفت که ولد این مطبوعات بسیار نام زیر شنفته، اما خوب شد کتش بلد شد. باز من دیگه یک کار از پیش ما شده که حالا مولا که چندان خوش باشم از کار، که رفاقت ما کتب جناب کرزی صاحب جور شد، باز کتی قبلگاهش یک ذره رفاقتم سستر شد، کمرنگ شد. حتما جیب کرزی صاحب چرب بود. نه، او چیز نبود. او خو یک ریستفید کلان چیز کشور ما بود. این جوان بود و آدم بسیار پرتلاش، بسیار پرتلاش. همین جلسات را که ما بیرون از کشور داشتیم، در کلش چندین جلسه را در جرمنی گرفتیم، در روم گرفتیم، یک بار امریکا رفتیم، اما کلانترین رول را در این جلسات که داشت آقای کرزی داشت. یک جوان بسیار متحرک، زیرک، هوشیار. دیگه رفاقت ما که زیاد شد و زیاد سفرها را که خارج از کشور داشت. شما یک خاطره تان را قصه کردین، پشت صحنه گفتید که در رستوران میخواستید کباب نوش جان کنید، تنها با کرزی صاحب بودید، و اما چی اتفاق افتید؟ عجب نقطه را اشاره کردی، رامکی صاحب عجب نقطه را اشاره کردی. یکی از روزا جناب کرزی صاحب در اسلام آباد بود، مرام خواست دیگه چاش بود، بهترین ای دیگه دمینان بسیار چیز بود، اما ترنان برات میخواست مطابق میلتو. خوب کباب هم خواستم، خوب یک پلاو هم خواستم، گفت کباب هم میخوریم، پلاو هم میخوریم. کمی رمان در این وقت دیگه دیدیم که بی انتلیجنس اداره پاکستان آمد، گفت برای کرزی صاحب برشید، گفت بانک ما نان بخوریم، گفت نه براتون اجازه نیست. دیگه این وقت هست که دیگه وقت تحول است. خب ما را نان ما مانده که همونطور حرکت کردم، آمدیم پشاور و در پشاوران در تعقیب ما بود، به یک هتل می رفتیم، به هتل انترکانتینتال، اونجا هم نمی ماند. باز یک کسی واسطه شد، بالاخره ما رو مانده به هتل. پنج شش ماه تیر نشده بود که کرزی صاحب رئیس اداره موقت شد، و او سفر را که به پاکستان داشته، در او وقت مشرف زمامدار پاکستان بود. باز من برش گفتم، گفتم جناب کرزی صاحب، ما تو در گشت هاوس یک رفیق داشتیم به نام فرید، یک کشمیری بسیار یک بچه خوب بود، بسیار خدمت میکرد. گفتم من اونجا میرم با این در مارکت ها میرم یک ذره میگردم اجازه تست. گفت برین. وقتی که اونجا میرفتم دیدم که موترسی کلو حساب و کتاب بسیار مرفارای تشریفاتی موتر وزارت خارجه مرا که به مارکت رساند، برای من گفت، گفتم مرا شناختی؟ من گفتم نه خیر. ما او کسی هستم که از اینمی گسته و شما را کشیدم و تا پشاورم در تعقیبتان بودم. ما گفتم خالی چی گفت هست؟ ای حساب. گفت ولی دیگه این را حال وظیفه ماست. ما گفتم نه، گپ بی وطنی بودک. در او وقت من صاحب وطن نبودم،
آل صاحب وطن شده. فرق دیگه است. او وقت من در خاک تو زندگی میکردم. مهاجر بودم. حالا در وطن خود هستم و یک نظام دارم و یک حکومت دارم. دیگه با بی وطنی آقای رامکیس بسیار سخت است. بی وطنی بسیار سخت است. که میگه که هر چه تخپل وطن کشمیر ده. دیگه ایره برد بودن که وطن وطن است. اینمی وطن بود که ما رو دیت جای رسان که بازونمو مردن در پاری ما منعیست تشریفات روان بود که ما رو بدرقه کنه. او دیگه یک خاطری بوده خوب شد که او رو تو یاد کردی. چند سوال شخصی دارم که از خودتان چند سال داره تو در کجا به دنیا آمدید؟ رامکیس شاهزاده مسعود از ولایت لوگر، اولسواری محمد آقا، قریه سفید سنگ، تا صنف 11 را در لیسه عالی محمد آقا خواندم. بقیه باز در سال 1358 که در قریه ما بسیار محدود کسایی بود که مهاجرت کرده بوده. یکی از جمله خانواده ما بود که مهاجر شدیم. بقیه را در لیسه مولانا جلال الدین بلخی خواندم و 20 سال ما در مهاجرت شده و بسیار خواری تکلیفات هم دیدیم در مهاجرت. اما خوشبختانه که هر قدر تکلیف ها را دیدیم وقتی که پس وطن آمدیم باز لذت شد. تشکر جناب مسعود. حال وقفه میگیریم عزیزا. پس از دیدن وقفه بخش پایانی برنامه همچنان مانده. شما در بخش پایانی هم ما را همراهی کنین، جای دیگه نرین. چند دقیقه وقفه، بعد از چند دقیقه 7 دقیقه دیگه هم فرهاد رامکی را با مهمانش تحمل کنیم. دور از تمام گزند روزگار باشین و بخش پایانی برنامه. تشکر میکنیم از آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعم‌های مختلف و بازار آمده. دوستا اگر یک بار امتحان کنین مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. تشکر. و الان بخش پایانی برنامه و چند نام را میخوایم بینویسم. نظریات جناب مسعود صاحب دمار چون داشته باشم. اولین نام از آقای انس اقانی. انس اقانی شما یک جوان است. تا جایی که کم تو من میشناشمش بسیار احساس خوبی داره. بسیار خوب. دومین نام از آقای میرویس اشرف، رئیس فیلی کرکت بورد افغانستان. خود چون زیاد وقت که ما در تیم ملی بودک و در زمان ما در تیم ملی بودک، حال رئیس اداره کرکت بورد است. انسان بسیار شریف، با تربیه و در عین زمان تعلیم یافته. تعلیم یافته. آقای عطا محمد نور. خوب به حساب رفاقت شخصی ما که سلام علیک داشت و متاسفانه از روزی که از وطن بیرون رفته روابط ما قطع است. خب کس که از وطن میری بره روابط همش قطع میکنه دیگه. ولی نه، از طرف از یام قطع است و ما هم کسی که می بسیار زیاد به طرف بیرون ترجیح میده ولی دوستشان ندارم. واقعیت دیگه باشه او کسایی را دوست دارم که در وطن باشه. خب بعضا ناگزیر هم میشن. بله. محمد اشرف غنی شما را برکنارم کرده شاید در او زمان. ولا یک چیز براتان بگم آقای رمکی، ما اصلا نمیخوایم چون یک خو وطندار من بود، رئیس جمهور بودک، ما اصلا نمیخوایم که سر ازی بحث بکنم و قابل بحث هم نیست. واقعیتش بانک تاریخ سر ازی قضاوت کنه. آخرین نام از کس که در وطن در کنار آقای حامد کرزی مان، دکتر صاحب عبدالله. خب دکتر صاحب عبدالله مثل جناب کرزی سواری که خودتان اشاره کردین در وطن ماند
بله. و وطن خدا دوست داشت و حالم در می روزا بخیر پس می آید به وطن. رفیق ماست، آشنای ماست، وقت نا وقت پرسانشان هم میکنیم. خب هنوز در حال حاضر امراج در تماس هستین؟ بله بله، گفتم که شده این روزا پس میایم بخیر. خب میایین بخیر. انشاءالله که بخیر بیاین. فیلم کجا تشکیل داره؟ هندستان. هندستان است. بسیار خوب. بر من یک موضوع دیگه جالب بود، شما گفتین که شخص جهادی هم هستین. در کدام سالها جهاد کردید؟ خب من از سال 59 بسیار بلقمندی خاص که داشتم تا سال 62 به افغانستان می آمدم به ولایت خود لوگر. بعد سال 62 سیاست نمی فهمیدم، اما که تزیمی سیاست مدارای کلان ما روابط جور کردم و از اون پروسه که پیشتر براتون عرض کردم، پروسه صلح علی حضرت ظاهر شاه که به نام پلان سه فقره‌ای یاد می شده، تا آخر دم پشت سر از اون استاد بودیم و خوشبختانه به یک شکل دیگه او عملی هم شد. بسیار خوب. امرای آقای ظاهرشاه از نزدیک دید و بازدید داشتن شما؟ افتخار زیرا داشتم که دو بار یا سه بار ما به روم رفتیم و در روم هم از جمله او کسایی بودم که نسبت به دیگرها ما بسیار جوانتر بودم در وقت. بسیار خوب. چرا شما را اصلا سوال شاید سوال درست نباشه. چرا شما را شاهزاده میگن؟ بله. آیا مرتبط به خانواده شاهی هستید یا نه نامتان شهزاده است؟ نه نام ما شهزاده است رما کسی، من یک شهزاده طبیعی هستم برادر، هیچ تغییر نمی کنم، مطمئن باش و مسعود هم که تخلص می بانم قوم من مسعود است. شهزاده مسعود باید بسیار مردم هم فکر میکرد که کدام روابط رشتداری خانوادگی کتی الازرد داره، نه خیر، نام طبیعی ما شاهزاده است. نام از نام تان حتما خوشم هستیم دیگه. بسیار خوش هستم، بسیار زیاد. بسیار خوب. از زمانی که شما مشاور رئیس جمهور بودید کدام خاطره، کدام قصه در ذهنتان باقی مانده از زمان؟ در جلسات رئیس جمهور کرزی چیگونه بود با مشاورین خود؟ بسیار نرم صحبت میکردن یا نه گاهی وقت عصبانی میشدن؟ بسیار کم وقت. هر چیزی را که میدید که این به نفع کشور ما نیست یا در تکر به منافع ملی کشور است عصبانی میشد. من یک چیزی را براتون بگم آقای رامکی، یکی از خصوصیات خوب جناب کرزی صیبی است که این نام هم سرش مانده بود که آدم بسیار مصلحت میکنه برای وحدت ملی افغانستان، برای تحکیم وحدت ملی افغانستان. او وقتا مصلحت میکرد، عالم در مصلحت است و بسیار یک سینه کلان داره، بسیار یک سینه کلان داره، بسیار یک سلی کلان خدا برشان داده دیگه، بسیار خصوصیات خوب داره که وقت کم است، من دیگه زیاد توضیح دادن نمیتونم. تشکر میکنیم از اینکه به برنامه آمدین. آخرین گفتنی های شما در برنامه استراچه چیست؟ فقط یک چیز رامکیسه که او هم خصوصا برای جوانای ما، وطن ما در او وقت با پای خود استاد شده میتونه که ما در بین خود وحدت ملی داشته باشه، یکی دیگر را بپذیره دیگه. خداوند متعال در این وطن ما وحدت ملی ما را هنوز هم مستحکمتر بسازه و جوانای ما را خداوند توفیق بده که وطن خود را به پای خود استاد بکنه. بخیر باشه. سلامت باشه. سپاسگزار از اینکه آمدین. سلامت باشه. بخیر باشه. تشکر از شما هموطنان خوب و نازنینم که تا این دم همراه ما بودین. تا برنامه بعد که بازم حضورتان میایم، شما را به خداوند یکتا امانت می سپارم. همیشه خوشی ها خوبی ها از آن شما باشه. بدرود.